یک تحقیقات در تاجیکستان روشن کرده است که نرخ جان یا میزان پرداخت جبران ضرر به خانواده‌های سربازان هلاک شده و عسکران مجروح سال تا سال کاهش می‌یابد. اگر در قضیه های چند سال پیش دادگاه های نظامی تاجیکستان برای هلاکت سربازان یا زخمی شدن آنها در صف نیروهای مسلح تقریبا $700 جبران ضرر تعیین می‌کردند، اکنون این رقم تا $200 پایین آمده است. هلاکت سربازان یا زخمی شدن آنها در پی دیداشینه یا آزار و اذیت در ارتش تاجیکستان یکی از مشکل اصلی نیروهای مسلح نام برده می شود. ماهی ناصیرو نزدیک 4 سال می شود که به یاد پسر جوان مرگش می گرید. پسر او مقصود ناصیرو 27 انور سال 2014 در یک قسم نظامی قشونهای سرحدی قربان تربیه کردن عسکران بزرگ سال شد. با قول وکیلان دفاع، مقصود پس از ضربه ها به گلو و دیگر اعضای بدن بیهوش شده به هلاکت رسید. بعد 3 سال مرگ مقصود ناصیرف، والدین او با طلب رویاندن ضرر معنوی از قشونهای سرحدی به دادگاه مراجعت کردند. ماه سپتامبر سال روان دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه قرار کرد که به آیله ناصیرف ها همچون ضرر معنوی برای مرگ فرزندشان 2000 سومانی جریمه سپرده شود. مبلغی که خیلی ناچیز است و همین را هم مسئولان قشونهای سرحدی تا حال پرداخت نکرده اند. نتیجه یک تحقیقات که روز 29 نوامبر از جانب دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان در دوشنبه معرفی کرد، نشان می دهد که مبلغ ضرر معنوی برای سربازان از جانب دادگاه ها تا رفت کم می شود. دلربا سمدوا رئیس سازمان دفتر آزادی های شهروندی و یکی از مؤلفان پژوهش روز 29 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت در آغاز امیدوار بودند که با گذشت وقت حجم ضرر معنوی زیادتر می شود، اما برعکس به گفته سمدوا حجم ضرر معنوی برای سربازان از 5000 سومانی قبلی به 3 و حالا تا 2000 سومانی پایین آمده است. مقامات تاجیکستان میگویند مبلغ تعیین شده برای جبران ضرر معنوی از جانب دادگاه ها مستقلانه گرفته می شود و آنها تنها اجرا کننده می باشند.